درود، به بخش دوی آخر خط خوش آمدید. سفر نخست وزیر هند به افغانستان موجی از خوشبینی ها نسبت به این کشور و رابطهش با افغانستان را در میان شهروندان افغانستان به همراه داشت. او که به منظور گشایش ساختمان جدید پارلمان افغانستان که به کمک این کشور برای افغانستان ساخته شده و تحویل سه بال چرخ بال نظامی به افغانستان آمده بود، حضور هند در افغانستان برای همکاری است نه برای رقابت. مودی گفت افغانستان زمان موفق خواهد شد که تروریسم بین المللی دیگر صادر نشود و پرورشگاه و پناهگاه تروریسم بسته شود و حامیان تروریسم دست از حمایت بردارند. او در خصوص پاکستان افزود که امیدوار است پاکستان در آینده نقش یک پل را برای افغانستان بازی کند، نه یک مانع برای اتصال این کشور به کشورهای آسیای جنوبی و فراتر از آن را. دو کشور هندوستان و پاکستان با خصومتی که دارند متهم به جنگ نیابتی در افغانستانند. پاکستان کشوری است که متهم به حمایت گروه‌های تروریستی در خاک خودش و استفاده ابزاری از آن در برابر همسایه‌هایش است. پاکستان نیز در برابر روابط افغانستان و هندوستان حساس است و همکاری هندوستان با افغانستان را از نیت بد هند نسبت به پاکستان می‌بیند. جنرال مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان در مصاحبهش با یکی از رسانه‌ها جنگ نیابتی هندوستان و پاکستان را در افغانستان پذیرفت. با این وجود کارشناسان نه تنها خصومت پاکستان و هندوستان را که تنش‌های سیاسی موجود بین افغانستان و پاکستان را نیز به عنوان یکی از عوامل مداخله پاکستان در امور افغانستان می‌دانند و تاکید می‌کنند تا زمانی که به این تنش‌ها رسیدگی نشود و کشورها و واقعیت‌ها را در نظر نگیرند، پاکستان هیچگاه نسبت به افغانستان صادق نخواهد بود و ما همواره شاهد تنش بین این کشورها خواهیم بود. واکاوین موضوع با آقایان میاگل وسیق کارشناس نظامی سیاسی و آقای غلام فاروق مجرو نماینده مردم در مجلس نمایندگان. سپاسگزارم از تشریف آوری به حضورتون. آقای مجرو، ارزیابیتون از سفر آقای مودی چی است؟ بسیاری ها خوشبین هستند که یک صفحه جدید بین روابط کشورها هستیم، حتی از روابط پاکستان و هندوستان. به نام خداوند بزرگ، با عرض سلام خدمت شما و همکاران محترمتان، بینندگان نهایت گرامی و همچنان دوست گرانقدر جناب وسیق صاحب، شک نیست که سفر آقای مودی به افغانستان به علاوه ای که نماد دموکراسی را در افغانستان ساخت و به مردم افغانستان تحویل داد، پیام های بسیار کلان را در پی داشت. آقای مودی از همکاری‌های دراز مدت خود به افغانستان صحبت کرد، از به خاطر تقدیر از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان 500 بورسیه برای فامیل‌های شهدای افغانستان داد، از همکاری‌های آینده هند در افغانستان حرف زد، از اینکه در افغانستان همیشه اونا به عنوان یک همسایه و یک نیت خوب آمدند و نمی‌خواهند رقابت سیاسی بکنند و افغانستان را میخواهند همکاری و تعاون بکنند با صحبت داشت، و همچنان پیام های به کشور پاکستان هم با امو زبان دیپلماسی داشت که گفت. به هر صورت صحبت آقای مودی و سفر آقای مودی به افغانستان و تحمیل دهی نماد دموکراسی افغانستان برای رئیس جمهور و همچنان تحویل دهی چند بال هلیکوپتر نظامی به افغانستان خودش میتونه یک باب جدیدی از روابط نیک و حسنه تاریخی میان افغانستان و هندوستان تلقی شود. خب، اما بسیاری ها نسبت به خصومت بین پاکستان و هندوستان و اتهامی که به این دو تا کشور وارد است برای جنگ نیابتی در افغانستان بدبین هستند، میگن که ممکن روابط نزدیک هندوستان و افغانستان پاکستان حساس بکنه و هرچی بیشتر مداخله بکنه در افغانستان. ببینید، مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان تنها به خاطر هند نیست، به خاطر خود افغانستان و تضعیف افغانستان و مشکلات تاریخی ارضی و آبی که افغانستان با پاکستان داره هست. شک نیست که افغانستان و هندوستان، پاکستان کشوری است که دل ای دو ملت بیرون آمده. از بعد و تأسیس کشور پاکستان از دل ای ملت. بله، از پاکستان کشوری است که از دل ای دو ملت بیرون آمده و انگلیس ها به عنوان یک نقطه که ای دو ملت از یک دیگر جدا کرده، پاکستان ساختند در حدود 7 دهه پیش.
از هفته به این طرف تا حال روابط پاکستان و افغانستان، پاکستان به هندوستان هیچ وقت خوب نبود. همیشه یک سلسله تنش ها و کشمکش ها وجود داشته. خب که کشور هندوستان یک کشور دارای اقتصاد قوی است، دارای نظام قوی است، دارای نیروی بشری بسیار کافی است و پاکستان هیچ گونه نمیتونه بر علیه هندوستان کدام کار را انجام بده. فقط کشوری که متاسفانه بعد از 14 جنگ مریض شد و مشکلات امنیتی پیدا کرد و پاکستان تونست با توجه به مشکلاتی که افغانستان داشت در واقع روزنه به افغانستان باز کرد. بله. و یک عده افراد برای خود به غلامی استخدام کرد و خصوص در دو دهه اخیر تونست که افغانستان ناامن بسازه، افغانستان اردو و پلیس افغانستان از بین ببره، نیروها و وسایط زرهی افغانستان در واقع از خط جنگ خارج شوه و حمایت نیروهای جهانی را به جانب خود داشته باشه و در تضعیف افغانستان کار بکنه. این بحث است که هم پاکستانی ها و هم جهان این را قبول داره. خب چیزیست که میگن ادامه هم داره. یقیناً که ادامه داره. تا زمانی که ما مشکلات ارضی و آبی که میان افغانستان و پاکستان هست او را ما حل نسازیم، من فکر میکنم این گفتگوهای صلح و با این حرفایی که پاکستان همواره زده که گویا افغانستان خانه دوم ماست، دشمن افغانستان دشمن پاکستان هست، اینها راه را به جایی نمیبره. خب این سفر هم دیگه این خوشبینی از روابط، از گرمی روابط بین پاکستان و هندوستان، به گرمی روابط میان پاکستان و هندوستان هیچ وقت نبوده مثل که میان افغانستان و پاکستان. خب امی سفری که بلافاصله از افغانستان و پاکستان صورت میگیره و پس از به قدرت رسیدن مودی و حزبش، بعضی میگن که روابط خوبی را مشاهده هستیم، همکاری های اقتصادی خوب. خب یک سلسله نیازمندی ها به وجود آمده، به خصوص مثلا در قسمت پروژه توپی. بله. پروژه توپی یک از پروژه هاست که به هم گره میزنه منافع اقتصادی چند کشوره که او هم نیازمندی های پاکستان هست، از هندوستان هست، از افغانستان. بنان یکی بحث های اقتصادی و منافع اقتصادی کشور هاست، یکی اون مشکلات تاریخی بیسته کشور هست که تنشها را سر جاش نگاه میکنه. خب با وجود شما چطور خوشبین هستین؟ میگن که ما شاهد یک باب جدید در روابط افغانستان هندوستان خواهیم بود و نتیجه مثبت میده این سفر. خب وقتی که تنشها پا برجا باشه و گرمی روابط هندوستان و افغانستان باعث حساسیت پاکستان شد و او بعد مداخلاتش بیشتر دامن بزنه که باز افغانستان زیان میبینه بیشتر از این. ببینید پاکستان همیشه در برابر افغانستان حساس هست. به معنای خب سود این سفر چیست؟ وقتی که به قیمت شعله ور شدن بیشتر آتش در افغانستان باشه که سود نداره دیگه. او چیز نیست. شما فرض بر این بگیرید رابطه افغانستان با هندوستان کاملا قطع. مگر خصومت پاکستان با افغانستان تمام میشه؟ ای کاش میشد. که نمیشه. بنان ما رابطه ما با کشور هندوستان به عنوان یک رابطه تاریخی و استراتژیک همواره حسن بوده و میحال هم حسن هست. صحبت هایی که شما از زبان مودی شنیدید، حتی جهانگوشایان افغانستان که رفتند و زمان هند تسخیر کردند، اونها را هم اونا بد یاد نمی کنند و به عنوان یک از افتخارات افغان ها در کشور خود می دانند که افغان ها به کشور ما خدمت کرده، با کشور ما نمادهای از تمدن به کشور ما آورده. بنان ما رابطه ما با هند حسنه بوده، حسنه هست، حسنه خواهد بود و ما با کمک های کشور هند، البته در راستای پروگرام های انکشافی، هند یک از بزرگترین کشورهای کمک کننده در راستای انکشافی افغانستان هست و هند کوشش کرده که همواره به زیربناهای افغانستان توجه بکنه. توجه به زیربناهای افغانستان میتونه که ثبات اقتصادی و سیاسی به وجود بیاره، ولی متاسفانه که کشورهای دیگه که به افغانستان کمک کردن بسیار کم کشوری بوده که به زیربناهای افغانستان توجه بکنه. و ای کاش کمک هایی که جامعه جهانی به افغانستان کرده بود همه مثل هند زیربناهای افغانستان اونا متوجه میشدن و امروز ما از لحاظ اقتصادی میتونستیم که سر پای خود بیستیم. سپاسگزارم آقای وسیق. این میتونه نشانه باب جدید در روابط بین افغانستان و هندوستان باشه، اما با قیمت کاهش تنش‌ها بین پاکستان و افغانستان نیست. موافق هستین؟ به نام خداوند بزرگ. با عرض سلام و ادب خدمت شما جناب مجلس و بیننده تلویزیون شما. من فکر می‌کنم
یکی خو اینی مناسبات بین اینی کشورا در این منطقه هست. یک مقدار خب ضرورت های افغانستان هم یک طرف و دیگه ای که افغانستان حقش است که به مسابقه کشور مستقل ولو در بدترین حالات هیچ گاهی افغانستان نپذیرفته که یک کسی برش دکته بکنه. بسیار شما به تاریخ برگردید این دوستی رو خوب میپذیرند ولی نوکری رو نمیپذیرند. خب جالب است که این کشورها متهم به جنگ نیابتی هستند. پاکستان هندوستان هم متهم میکنه و هندوستان پاکستان. من فکر میکنم یک مقدار فضا داره که آروم آروم یعنی بدل میشه. بین کی ها؟ بین دلایل مختلف. پاکستان خب اونو کارایی را که میکرده تا امروز کرده و هنوز هم بازی میکنه. تلاش داره که به اصطلاح همو اهداف را که داره به شیوه که دیروز دنبال میکرده مورد تغییر بده، امکان داره اینطور باشه. این در پای اهداف چگونه تغییر مثلا؟ خب دیروز از رای فرستادن انتحار و انفجار و تروریست و ایگه با امکان داره مورد یک شکل دیگه بده. امروز بالاخره آماده شود زیر فشار ذهنیت منطقه و دنیا. شما یک سا نادیده نگیرین که من فکر میکنم همه همکاری های منطقوی کارمارم داره شکل میگیره. آقای وثیق من میخوام موضع شوه، پاکستان هدفش تغییر نمیته ولی روش های رسیدن به هدفش تغییر میته. اگر او روش فعلیش که استفاده از تروریسم باشه تغییر روشش چی میتونه باشه؟ من فکر میکنم شکل استفاده امی ابزار شاید تغییر خواهد داد، یعنی شکلش تغییر خواهد داد. ولی چیزی که بسیار برای ما اهمیت داره که قسمی که شما گفتین که گویا آمدن هند حساسیت های پاکستان رو برمیگرده، هند ایره بسیار به صراحت گفت که ما یعنی بر روی همکاری نه بر روی رقابت، که گویا ما رقابت میکنیم با پاکستان و میخوایم نزدیک شیم با افغانستان. خب شما ایره به عنوان یک شهروند و کارشناس سیاسی کسی که خب تجربه دارین و شاهد هستین و قایع رویداد داره میپذیرین که هند رقابت نداره همکاری داره در افغانستان؟ هند تروریست صادر نمیکنه، نکرده تا امروز. هیچگاه با افغانستان با هر دولتش هر کسی که بوده یعنی امکان داره استثناءات بعضی اوقات آمده باشه، در غیر از او با هر کدوم مناسبات نیکو حسنه داشته، دوستی داشته و این دوستی امروز نبوده، از بسیار گذشته های دور بوده و خواستن که در راه عمران و آبادی افغانستان سهم بگیرن. خب من میخوام دقت من میخوام واضح شوه، این به معناست که اون نگرانی پاکستان از هندوستان، از نزدیکی هندوستان و افغانستان روابطشان، که هندوستان در صدد یک افغانستان ضد پاکستانی است، چیز موهوم و بیجاست. من فکر میکنم این افغان ها هم نمیپذیره. این به چی مفهوم؟ بله. درست است که افغان ها با پاکستان مشکلات خود داره و همواره پاکستان از روز که تولد شده تا امروز این در برابر هر نظامی که بوده مخالفش کوشش کرده چیز بکنه، در آغوش بگیره و بالاخره استعمال بکنه برای بی‌ثباتی و ناامنی و برای سقوط نظام ها. ولی گپ اساسی است که هیچ گوی افغان ها نمی خواهی که گویا خاک افغانستان علیه یک کشور همسایه دیگه استعمال شد. خب این افغان ها نمی خواه، اما بی که چقدر قادر به کنترل شستیم، این که بس دیگه است. این نگرانی هندوستان از نزدیکی روابط افغانستان هندوستان و این که در صدد ایجاد یک افغانستان ضد پاکستانی است چقدر جدی است فکر میکنین؟ بجا است؟ من فکر میکنم افغانستان ضد پاکستانی را میتونه افغانستان دوست پاکستانی، میتونه افغانستان ضد پاکستانی برخوردای یا عملکردای یا پیش آمدای خود پاکستان شکل بده. امروز ببینین، دیروز شما دیدین باید دارین که تعداد زیادی از مجاهدین افغان در پاکستان وجود داشت، اما امروز اعتراف شده که اما کسایی که در اونجا هم بوده اما هم ضد سیاست های پاکستان بوده. ای به این مفهوم که دیروز اونو کاری که میکرد با امروز مغایرت داره. دیروز اینطور برداشت بود که گویا همکاری میکنه، امروز معلوم میشه که در پای اهداف خود بوده و امروز هم است و هنوز هم میخواهد تداوم به تایی سیاست خوده. بنابراین اینی بدبینی یا بدگمانی مردم افغانستان یا تنفر مردم افغانستان نسبت به اونو پالیسی ها این تصادفی نیست. این رو یک پالیسی هایی که آمده شکل گرفته و مردم افغانستان خب یه حقشان است. شما میگین که خوشبین هستین، میگین ما شاهد تا
تغییر فضاست امارام آرام، تغییر فضا بین کی ها؟ من فکر میکنم شما اگر متوجه بودین آقای مودی یک چیزی را میگفت که کشورهای منطقه خاصتا امی هند، بله، پاکستان، افغانستان، ایران، یعنی اینطور ذهن داشتن که گویا اینا به خاطر بهبود روابط، همکاری، تفاهم و بالاخره به خاطر بهبود زندگی مردم خود که چطور در یک تفاهم اقتصادشون خوب شکل بگیره، چطور امنیت تامین شوه، یعنی ایرا اینطور چیز نکرد که گویا یکی علیه دیگه. من فکر میکنم اینطور یک اجماع هست، اینطور یک ذهن در سطح منطقه و دنیا شکل گرفته تا اینکه در این منطقه در نتیجه همکاری ها بالاخره از تقابل برن و بهتر به سوی همکاری برن تا بتونن که یعنی امنیت تامین بکنه. امروز شما میبینین که آرام آرام داره کمی ذهن شکل میگیره که اما در مجموع منطقه اما علیه ترور و تروریسم یعنی داره که آرام آرام یعنی بسیج میشن و به یک اجماع میرسن که ذهن در سطح دنیا شکل میگیره. به من است که یعنی ممکن کشورهای مثل چین و آمریکا فشار بیاره بالای پاکستان، هندوستان، افغانستان که بیان مشکلاتون حل بکنن. اما آقای مجروح بیبار هستن تا زمانی که به مشکلات اساسی بین کشورها پرداخته نشه ما شاید بهبود نخواهیم دید. ما به این باور است، بله، شاید من اشتباه بکنم. من میگم پاکستان با اونو خوابایی که داره، اگر تمام مردم افغانستان نشستن بمانه که اینی از تو اینی از من، باز هم در صدد امو برنامه های خود است. اینی تا ای که اینجا دولت مقتدر شکل نگیره و توان از ایره داشته باشه که بتونه از خب حاکمیت خود فکر نمی کنین که اینی بهانه ای که دست پاکستان از همی حل شوه که باز وقت بهانه هم نمانه بیشتر از این انزوا بره ملامت شوه؟ من فکر می کنم که اینی ایره می تونه ببینین یک بهانه آله نیست، بله، تنها موضوع دیورن نیست، موضوع آب و هوا هم هست، موضوع به اصطلاح ترانزیت و تجارت میخواد به شکل رایگان واسه مرکزی داشته باشه و بالاخره همواره تلاش کرده که اینجا یک چیز ضعیف داشته باشه و این را من فکر میکنم پالیسی های یعنی توسعه طلبانه یا کتایی که بتانه در منطقه حرف اول داشته باشه، یعنی تلاش میکنه که پاکستان این کار بکنه. اینکه چطور میتونه این اجماع فشار وارد میکنه، من فکر میکنم تنها این دو کشور به مسابقه دو کشور بزرگ در سطح دنیا و منطقه در کنار ازی در سطح منطقه این اجماعی که منبع تروریسم در کجاست، چطور میتونه این مهار شوه و این چون به ضرر تن افغانستانی به ضرر منطقه و دنیا است، بنان ای همکاری همرا جلب کردن. خب و امروز تا حد زیاد ای کار صورت گرفت، یکی موضوع کارساز است، ذهنیتی که در سطح دنیا به وجود اومده یا خیر خودش یک مسئله است. سپاسگزارم. ادامه بحث پس از این وقفه کوتاه. درود دوباره بیننده برنامه آخر خط بگونه زنده است نور است. آقای مجرو، به باور آقای وسیق که یک فضا در سطح دنیا شکل گرفته که کشورها را خب وامه داره تا به حل مشکلاتشان بپردازد، به حل خب این که نزدیک شه رابطشان، تنش ها کاهش پیدا بکنه. خب شما میگین تا زمانی که مشکلات بین کشورها افغانستان و پاکستان بهش پرداخته نشه، حل نشه، که ما شاید بهبود نخواهیم بود. اما آقای وسیق به باور هستن که به فرض حل مشکلات هم پاکستان در صدد امو سیاست فعلیش خواهد بود. خب میشه که این از چند پهلو به بحث گرفت. یکی که فعلا یک در سطح جهان یک فضای برای مبارزه جمعی برای تروریسم به وجود آمده. کشورهای منطقه در مجموع همه علاقمندی به این دارند و نیاز به این دارند که با تروریسم مشترک مبارزه کنند. یک نیاز. دوم از لحاظ اقتصادی یک سلسله نیازمندی ها منافع کشورها را به هم گره میزنه. به این شک وجود نداره. اینا در این راستا میتونن با یکدیگر همکاری بکنن. اما اصل درد سر جایش باقی میمونه. وقتی ما میگیم مشکلات ارضی و آبی افغانستان و پاکستان باید حل شود تا بهانه دیگه به اون نباشه، ما این بخش صحبت جناب وزیر صاحب تایید میکنم که او سیاست های توسعه طلبانه و برتری جیهانی خود کوشش میکنه که همیشه داشته باشه. ولی او سیاست به حد نمیتونه باشه که باعث شعله‌ور شدن جنگ در افغانستان باشه. ما وقتی مشکلات ارضی و آبی افغانستان با استفاده از ابزارهای جهانی، با استفاده از سازمان ملل متحد که
در واقع فلسفه وجودی سازمان ملل متحد برای رفع این مشکلات هست و ما متعهد هستیم به اکثر از کنوانسیون ها، تفاهم نامه ها و معاهدات بین المللی که ما هم به ملحق هستیم، پاکستان هم ملحق هست، میتونیم که با استفاده از اینا ما راه های بیرون رفت از این مشکل پیدا بکنیم و یک جریان به شکل حل فصل بکنیم تا منافع هر دو کشور در او تأمین شده باشه. ما هم آبرومند از این مشکل بیرون شویم و پاکستان هم. بنان رهبرای حکومت افغانستان در طول می 6 هفته ها از یک طرف نه دایه پشتنستان خواهی را ترک کردن که میوال کم ترک نمی کنن. شما چند روز قبل صحبت های آقای کرزای شنیدید، او گفت مهاجرینی که از آن طرف خط به افغانستان مهاجر شدن اینها مهاجر نه بلکه بیجا شدگان داخلی هستند، اینها از تمام حقوق شهروندی در افغانستان بعد برخوردار باشند. این به این معنی است که ما هنوز هم این دایره به سر میپرورانیم که بله او طرف خط هم جزء خاک ما هست، پاکستان رو تحریک میکنند. ببینید یک حرف است. از یک طرف امی تا حال امی ما ترک نکردیم، از جانب دیگر در این اوائلی که پاکستان شکل گرفت، دو جنگ که میان پاکستان و هند صورت گرفت، در هر دو جنگ افغانستان کوشش کرد بی‌طرفی اختیار بکنه. خب ما وقتی که اگر چنین چیزی در سر می‌پروراندیم، در همون زمان افغانستان اردو داشت، نیرو داشت، قدرت داشت، اراده داشت، میتونست که در همکاری و تفاهم با هند اینمو پس گلیم پاکستان جمع شوه و هر کس از دسته خود پس بگیره. افغانستان این کارو نکرد. بنان از هر دو جهت افغانستان امواره نه یک سیاست قوی داشته در برابر پاکستان که ما امی عراضی از سفته خود را میخواییم و آبهای خود را مار میکنیم، نه هم کار کرده که مشکل خود را حل بکنیم. اموز که ما در آتش جنگ میسودیم و من به این باورم که ما اگر 100 سال بعد هم این مشکل حل کنیم باید حل بکنیم، ولی 100 سال بعد که ما حل بکنیم، بعد از زمانی حل میکنیم که ما حداقل 500 هزار جوانی که او باید با گوشت و پوست و استخوان خود این کشور را بسازه، او را ما از دست میدیم، بعد شروع میکنیم به حل مشکل. چرا همون آمیال حل میکنیم که ما بعد از اینکه تمام جوان ها هر روز کشته شوه، بعدا به فکر ازوی شویم که ما حل فصل بکنیم. هر روزی که زودتر افغانستان سر مسائل اساسی با پاکستان بشینه صحبت بکنه، این همون روز ما یک قدم به جلو برداشتیم. در غیر از اون، من از چند سال به دنسیو گفتم، همیالی هم میگم، شاید 5 سال بعد هم بگویم که تا زمانی که افغانستان مشکل اصلی میان ما و پاکستان که نقطه اختلاف هست این حل نشه، شورای به نام شورای عالی صلح، گفتگوها، آماده شدهای رئیس جمهور لوید رسیدها که این فضا رئیس ستاد ارتش پاکستان به افغانستان می آید، اینا نشست های دو جانبه و سه جانبه و چند جانبه اینا درد افغانستان حل نمی کنه. شاید به طور مقطعی نظر به نیاز و مقتضیات زمان، مثلا اگر اجازه فرمایید، مثلا امروز امریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس هم متضرر هستند از مسائل افراطیت و تروریسم. اینا به خاطر رفع مشکل خود بر پاکستان فشار میارند که افغانستان و پاکستان در این قسمت با هم همکار شوند. این به خاطر رفع مشکل ما نیست. بنان مقتضای زمان فعلا اینمی هست که یک مبارزه مشترک در برابر تروریسم، یک منافع مشترک در برابر چی، در رابطه با مسائل اقتصادی، منافع اقتصادی کشورهای جنوب آسیا و کشورهای آسیای میانه. این نیازمندی ها بحثش جداست. ولی افغانستان از همین فرصت که اولا امیال پاکستان اشد ضرورت به چی داره؟ بینید پروژه توپی داره. ببینید این میتونه که افغانستان از همین استفاده بکنه، منافع کشورها به یکدیگر گره بزنه و ما ثابت بکنیم که ما چهار راه ترانزیت منافع اقتصادی کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه، کشورهای شرق به اروپا و حتی به خاور میانه، ما چهار راه ترانزیت کالاییم، چهار راه صدور کالاییم، ما میتونیم که چهار راه منافع باشیم برای کشورهای منطقه. اینمی اگر افغانستان درست مدیریت بکنه و یک درایت سیاسی داشته باشه
ای ما میتونیم که ماسر اصل حرف هم بریم با پاکستانی، اما ای هم به باور شما منوط همکاری اقتصادی فرصت هایی که در منطقه وجود داره منوط به حل مشکلات است. تا تنش ها و حل مشکلات که شما میگین حل پرداخت نشه به این حل نشه ما شاید بهبود نخواهیم بود. ببینید همکاری های اقتصادی میتونه به طور مقطعی بعض مشکلات حل بسازه به طور مثال. خب اما دایه که شما میگین دایه پشتونسان خواهی اگر این باشه که باز خب گفتم شما که گفتم اصل درد باقی مونده، اصل درد سر جایش باقی است. ما به طور مقطعی به خاطر منافع گره خورده همه کشورها که ما هم در او شریک هستیم، ما یک سلسله شاید یک سلسله تسهیلات برای افغانستان فراهم شود به طور مثال، اما نمیتونه مشکل حل بکنه. من بر شما عرض میکنم پروژه توپی پاکستان سخت به اون نیاز داره. شاید از ولایاتی که پروژه توپی رد بشه کوشش کنه که پاکستان او ولایات از جنگ دور نگه بداره تا اینکه خود به منافع خود برسه، اما برای افغانستان حل مشکل نیست. خون بچه قندوزی، خون بچه هراتی است، خون بچه بدخشی، خون بچه قنداری است. ما جز یک پیکریم، یک مادر مشترک داریم به نام افغانستان و هر کسی که در افغانستان زندگی میکنه خون ما، جان ما، آبروی ما، عزت ما، حیثیت ما با هم مشترک است. بنان تا زمانی که به هر گوشی افغانستان خون یک بچه افغانستان بریزه او خون هم مردم افغانستان ریخته شده. پس باید دولت افغانستان به خاطر جلوگیری از خونهایی که هر روز ریخته میشه و جوانهای خود ما از دست میدیم باید بشینه برای رفع مشکلات افغانستان اقدام بکنه، از مجراهای سیاسی اقدام بکنه، از مجراهای دیپلماتیکی اقدام بکنه. جامعه جهانی امروز برای حمایت از افغانستان 14 سال میشه به افغانستان است. افغانستان فرصت‌های بسیار طلایی و خوبی داشت که میتونست در سطح منطقه به یک ژاندارم منطقه‌ای تبدیل شه، ولی ما اینا رو هم از دست دادیم به خاطر بعد از حرفای پوچی که ما هیچ وقت به اونا شاید نرسیم هم و یایی که ما نمیخوایم که لاقل همین حرف بلند بکنه. سپاسگزارم آقای وسیق. برای چی حرفای پوچی که ما داریم و را نمیخوایم حتی بلند بکنیم؟ دایش داریم میایم میگیم که خب ما پشتونستان خواهی داریم یا بی تو مسائل چیشونان، اما او را باز رسمی مطرح نمیکنیم، نمیخوایم، اما تو گنگ و پادر هوا میمونیمش. برای چی وقتی که این ریشه مشکل بین افغانستان و پاکستان باشه و چیزی باشه که آتش جنگ در افغانستان تا حال نگه داشته، فکر میکنید ریشه مشکلات کجاست؟ من فکر میکنم ریشه مشکل دیگه است که ما در کدام موقف هستیم. ما موقف چقدر چنه زدن و چقدر به اصطلاح از کدام موقف ضعیف، موقف قوی، از کدام موقف ما حرف میزنیم؟ افغانستان دارای کدام امکانات است؟ از یک طرف این مشکل وجود داره، مشکل ما بی مزی اینا یک خب مشکل. این مشکلات نیاز به این داره که افغانستان یک موقعیت باشه با یاره مطرح بکنه، وقتش نیست که امیال مطرح بکنه و به مشکل پرداخته شوه و مشکل رفع شوه و ما شاهد روابط خوبی با پاکستان باشیم. من فکر میکنم در شرایط فعلی مشکل خواهد بود برای افغانستان. افغانستان فعلا چه مشکلی؟ امیال مصارف نظامی تا اگر دنیا همکاری نکنه، ایالات متحده همکاری نکنه، پرداخت معاش سرباز و افسر تا سایر مصارف را که داره که سالانه تقریبا حدود بیشتر از 4 میلیارد دلار میشه که ایره ایالات متحده میده. اما یک چیز واضح است آقای وسیق که ما امروز در جنگ هستیم، ما هزینه میتیم، هزینه مالی جانی. خب ایره که اگر به امید ازی باشیم که ما با هی تو یک وضعیت در موقعیت بهتر قرار بگیریم که به اید است دیگه. من فکر میکنم یعنی از روی نظامی حل مشکل ممکن نیست. خب آقای مجروح که نگفتن از روی نظامی امین موضوع مطرح میشه، یک کسی خب رئیس جمهور میاد میگه که ما این تک مشکل با پاکستان داریم و ما ایدایه ماست، اما رای حلش چی باشه؟ رای حلش این نیست که دیگه ما اونطور ساده بگذاریم از این. ببینین اینی من فکر میکنم امروز امی دایه را به شکل از اشکال خب اونه در سطح بالایی هم مطرح میشه، در سطح پایینی هم مطرح است، بالاخره یک مشکل هست. این مشکل چگونگی حل مشکل ارتباط به این میگیره که اینی ملت ها تصمیم بگیره، یک و دیگه ای که با حضور داشته سازمان ملل به یک حل منطقی برسه. خب برای چی امیر نمیپردازن به این موضوع؟ اگر قرار باشه این یک دایره در سطح پایینم باشه ایره مردمان بخواه، خب مردمای او طرفی طرفم که رای حلش با
مراجعه به همه پرسی باشه، مراجعه به سازمان ملل و این مسائل. خب برای چه به این موضوع عنوان میشه اما پرداخته نمیشه؟ خب عنوان به خاطر میشه که همواره وقتی که فشار داده میشه بله. از جانب یعنی اکثرا این موضوع عنوان میشه و از این طرف هم گای گای به گونه به اصطلاح وسیله فشار چیز داده میشه. چون شما پیشتر گفتین که اگر این مشکلات هم حل شود پاکستان به این سیاست فعلیش ادامه میده، اما آقای مجروح به باور هستن که نه، به اون صورتی که امروز ما شعله آتش جنگ داریم خب. نخواد بود. یعنی این به این که در وقت منطقی شد برای ادامه جنگ از دست میده، ولی خب این پیشرفت است دیگه، ولی به این معنی نیست که او منصرف میشه. این رو باید داشته باشید، این تنها هدف نیست که در اینجا بتونه فقط امی وسیله جناب وسیله. من میخوام دقیقا نمیره واضح شود، مگر افغانستان چی داره که پاکستان در او صورتش هم باید منصرف نشود؟ مثلا چرا با ایران مشکل نداره، چرا با چین مشکل نداره؟ اگر مشکلی با هندوستان داره که اونجا موضوع مرزی مطرح است، اگر مشکلی با افغانستان داره که عنوان میشه که موضوع مرزی خیلی مطرح است. کاملا من با شما موافق هستم که موضوع مرزی هست، ولی شما باید دارین که در مو ساحات امیال قانون پاکستان میچلن، باید پاکستان در اونجا بلند است، افغانستان نرفته در اونجا چیز نکرده، ولی این پاکستان است که فقط این مسائل عنوان کرده و بالاخره به اون اهدافی که داره میخواه برسه. تا همین مدت زمان همین افغان ها بود که در پاکستان قربانی دادن در افغانستان و نگذاشتن که به اصطلاح همین تهدیدی که نسبت به افغانستان وجود داشت یا تجاوزی که شده بود همین بره به طرف پاکستان، که شاید هدف سر افغانستان هم نبود، که دیگه اهداف وجود داشت. تهدید چی؟ تهدید حضور شوروی وقت بله، ولی پاکستان تانست آرام آرام بالاخره همی کسی که امروز می مذاکره میکنه بزرگترین افتخارش همی بود، خودش گفت که بزرگترین افتخار داره که اردوی 100 ساله افغانستانه 200 ساله افغانستانه از بین برده. بله. او رو بر چی از بین برد؟ بخاطر که ما رو موقف ما رو ضعیف ساخته بره، تا اینکه برای فردای نه صرفا اونو گفت که حتی همینجا یک نظامی که اون گوی گوی اگر به زبان نمیگه ولی امیره نیتش است که گویا اینم یک نظام باشه که حتی در رابط بیرونیش تابع به پاکستان باشه، یعنی مشوره پاکستان رو در نظر بگیره، خصوصا در رابطه با هند، به واسه اینکه محل مشکل خود با هند بپردازه. ببینید اینو خوب میفهمه که نمیتونه به اصطلاح توان نداره که بالای هند این فشار وارد بکنه. اما بسیاری به باور هستن که کارشناسا که آل زمان تغییر مرزهای بین کشورها نیست، واقعیت ها رو باید بپذیریم، دایه هم ره به جای نمیبره، بیشتر از این ما ضرر میبینیم. من فکر میکنم خب من بازم بر شما میگم که این گپ یک شخص نیست، گپ رئیس جمهور نیست که بگوید درست است من قبول کردم، این گپ این ملت ها است و بالاخره امو مردم چی میخواین؟ امی تال واضح نشده که واقعا به باور ما بنون شهروند که واقعا که ملت ها هستونه، نظر مردم کس نپرسید. اگر این موضوع عنوان شده از طرف رئیس جمهور ما نشده، از طرف یک رهبر
خب او فضا شکل گرفته؟ او فضایی که فضای بهتری که شما میگین شکل گرفته که باز فرصتی برای حل مشکلات هم پیدا شود؟ خب ما امیدوار هستیم که فضا شکل بگیره. اما نگرفته. بالاخره خب تا هنوز خوب شما میبینید فضا را هنوزم مداخله وجود داره، جنگ وجود داره. سپاسگزارم. آقای مجرو، برای حل مشکلات بین افغانستان و پاکستان باید یک فضای جهانی شکل بگیره که بازی کشورها بپردازند به مشکلاتشان. و ای که اینمی چیزی که شما عنوان کردن که مشکل افغانستان خواندن پشتونستان خواهی، او یک آرمان از پایین هم هست. مردم هم ملت هم میخواهد. چنین چیزی هست؟ خب ببینید، هر راه، هر مشکل یک راه داره. بله. من نگفتم که بیایم ما با پاکستان در واده جنگ وارد شیم. ما گفتیم ما در سازمان ملل متحد در کشورهای که ملحق هستند به این سازمان، اونا متعهد هستند به میثاق ها و کنونسین های این سازمان، متعهد هستند به قوانین آب که در سازمان ملل متحد وجود داره. ما تنها مشکل آبی با پاکستان نداریم، ما آبهای مشترک با تاجیکستان و ازبکستان هم داریم، با ایران هم داریم. بنان ما بسیار ساده میتونیم که مراجعه بکنیم به سازمان ملل متحد و از مجرای دیپلماتیک برای رفع مشکل بپردازیم. مثلا یک از راه میتونه رفراندوم باشه بین ملت ها، با خصوص بین اون کسایی که ما سر از اینا دعوا داریم. اونا به رفراندوم گذاشته شده که شما با کجا میخواین باشین، این طرف یا اون طرف، یا میتونه که یک چی مستقل بود باشه، یک کشور مستقل باشه، یک خط مستقل باشه، یک جغرافیای مستقل باشه. میتونه افغانستان برای به دست آوردن یک دهلیز اقتصادی برای رایافتن و بر در بدلش همراه پاکستان صحبت بکنه. میتونه افغانستان، راه های بسیار زیادی هست که اینا را باید به بحث و بررسی بگیره و سر از اینا صحبت صورت بگیره تا اینکه ما بتانیم به اصل مشکل خود بپردازیم و راه حل پیدا بکنیم. و راه حل هم پیدا میشه. اینطور نیست که ما یک گوشه بشینیم و ایره یک ننگ تاریخی بدانیم و سر از این حرف نزنیم با حضرت و هر روز بچه های افغانستان کشته شوند و ما باز ایره بیاکدگی ای دایه را بسپاریم و هیچ کار ما دست ما نایه. پس در صورتی که کشور ضعیفتر هستیم، کشور در حال جنگ هستیم، حال التهاب در افغانستان زیاد شده رفته و این التهابی که پاکستان به افغانستان انتقال داده و در اینجا مسائل قومی، سمتی، مذهبی، دینی، حزبی، هر چیز برای ما او جور کرده، ما در این حال و هوا نمیتونیم که ما به طریق زور به او چیزهای عدسته چی کنیم، ما نائل شویم و به همین قسم هم که باشه شاید تا 100 سال دیگه هم نتونیم. پس چی رسد که ما بریم جانب راههای دیپلماتیک، بریم از مجرای سازمان ملل متحد و کشورهای حامی که افغانستان داره و کشورهایی که هم متحد استراتژیک و دوستای افغانستان هستن هم از پاکستان، از اینا استفاده بکنیم و بهره گیری بکنیم برای رفع مشکلات افغانستان. و فرض جنگ نیابتی بین پاکستان و هندوستان و افغانستان، اینم خب یکی از عوامل است دیگه، یکی از ما خیلی تایید نمی کنم که ما وارد جنگ نیابتی شدیم، به خاطر اینکه خب این پاکستانی ها هم عنوان میکنن، میگن پاکستانی ها باید عنوان بکنن، دیگر رای ندارن، دلیل دیگر ندارن، اینمی دلیل پیدا کردن. ما وارد ما فیلن جنگ افغانستان هر، ما وارد جنگ نیابتی هند نیستیم، ما فیلن وارد یک جنگ نیابتی جهانی شدیم بین کشورهای شرق و غرب. اما بحث ما با پاکستان بحث خودیست. اینا فرصت هایی بوده که یک فضا میسر ساخت. بله، فرصت هایی بوده که به می شکل تا حال اونا رو بوجود گذارم. از آقایان یا گلوسیق کارشناس نظامی سیاسی و آقای غلام فاروق مجرو عضو مجلس نمایندگان، و سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز. خدا نگهدار.